و اون خودی رو که رامین بهش اشاره کرد، اون خود رو به راحتی فراموش کنیم، خودهای کاذب یا خودهای آنی رو بهش پیدا کنیم. هر چقدر که ما بیشتر لذت میبریم، در جهان جدایی بیشتر احساس میکنیم. هر چقدر که شما بیشتر، چون لذت به وسیله جسم و روان اتفاق میفته، به وسیله ارضای خواسته ها اتفاق میفته، به وسیله همون رنج اتفاق میفته، همون چیزی که در مورد فشار دشویی صحبت کردیم، هر چقدر که ما بیشتر این فشار رو احساس کنیم و بیشتر به سمت لذت بریم، چون این یه جستجوی انفرادی و در خود خواهد بود، بیشتر باعث میشه که ما جدا بشیم. یعنی فکر میکنیم که عامل کار خود ماست. مثلا ما هیچ وقت نمیشنویم که یه نفر بگه که من بهش یه نفر رو ببینیم بگیم که خیلی، بگیم که من خیلی شادم، خیلی خوشبختم، خیلی امروز راضی هستم، خیلی زندگی فوق‌العاده‌ای دارم، و شما ازش بپرسیم که چرا اینقدر تو احساس خوشبختی میکنی، و جواب بده به خاطر این که سه روز پیش شیرینی خامه‌ای خیلی خوب خوردم. در واقع لذت یه چیز آنیه که سریع تموم میشه و هیچ ربطی به خوشبختی نداره، فقط ربط به جسم و روان ما داره. ولی خوشبختی اون چیزیه که ما به وسیله اندیشه‌هامون فرق می‌کنیم. یعنی از این به بعد کل جهان رو تیم زمین رو خلق کرد و بعد انسان‌های وانشین اومدن تمدن رو خلق کردن، و بعد از این ما مخصوصا بچه‌های این کلاس دنباری هستیم که به وسیله اندیشه‌هامون به سطح بالاتری از زندگی برسیم. و یکی از لازم‌هاش اینه که کاملا آگاه بشیم که چه چیزی لذته، چه چیزی عادته، و چه چیزی خوشبختیه، و چه چیزی خودشکوفاییه. اگر بهش دقت کنیم می‌بینیم توی زندگیتون خیلی جاها شما درگیر عادت‌ها هستین، و همین که عادت‌ها جریان دارن شما فکر می‌کنین که زنده این. شما احساس می‌کنین که هستین، چون همیشه گرسنه‌تون میشه، همیشه کاری دارین که انجام بدین، و این هست شما رو داره ارضا می‌کنه. در که ما با آگاهی بینا می‌تونیم به چیزی فرای اینا برسیم. بله، خستم میکنه. عادت میکنه دسته روش حالا مثلا کارهای روزمره گاهی اوقات که خیلی دیگه تکراری باشه که تنبایی توش نباشه یا مثلا که خسته کننده میشه. هر چی کاری میکنیم میبینیم اون تیک و دسته نداره. ولی روی همون که این تنهاییت ماست باز تکرارش میکنیم، باز ادامه میکنیم، یا چون از فکرمون استفاده نمیکنیم به سمت سلام، به سمت سلام، به سمت راهکار جدیدی حرکت نمی کنید. حالا اگه شما همون کار راهکارش اینه که تنوع داشته باشین، یعنی راهای جدید توی کار کردن. مثل اون سوال که گفتم از خودتون بپرسین من واقعا چه چیزی تو زندگی دوستم تجربه کنم. اگر این هفته آخر زندگی من بشه، من دوستم چه چیزی رو تجربه کنم؟ ممکن شما بگی من دوستم که عروسی پسرم تجربه کنم، حسش رو تجربه کنم. خب اگر این حس خوبیه، بس باید مثلا شرکت کرد. دنیای جدید خودمون رو بسازیم. کارهای بچه خرف خودم. بچه ببینید، شما دیدین که تو موقعی که خشمگین میشین چقدر قدرتمند میشین؟ خب موقعی که خشمگین میشین، چون تو اون لحظه تمام حواس و تمام آگاهیتون به اون ظلمیه که در حق شما شده کاملا قدرتمند میشه. یا زمانی که ما میخوایم لذت طلبی کنیم،
موقعی که یه شینی روبرونه یا یه لحظه برای لذت طلبی یه لذت جسمانی پیش رومونه، میبینیم که خیلی با انگیزه و قدرتمند هستیم. میخوام یه چیزی بهتون بگم، یه چیز جالب اینه که یه چیز جز همونقدر قدرت داره که یه چیز کل در خودش قدرت داره. اگر شما تو لحظه خشم خیلی قدرتمند هستین، اگر شما روی لحظه نیروی جنسی خیلی قدرتمند هستین، خیلی بیباک هستین، فقط به این خاطر که اون لحظه تمام هستی و هویت شما یک چیز واحد و مشخص شده. شما مشخص کردین که من تو این لحظه جسمم هم یه هویت اجتماعی هستم، هویت اجتماعی الان به خطر افتاده، باید با کسی که داره با من ظلم میکنه بجنگم، حتی خفش کنم این لحظه. خب یعنی خیلی قدرتمند میشه. پس اون نگاهی که ما نسبت به جهان داریم، اون باعث میشه که ما این درکی که از اون چیز داریم به ما قدرت میده. اگر شما در یه لحظه محو جسمتون باشین، به اندازه جسمتون قدرتمندید. اگر محو روانتون باشین، به اندازه روانتون قدرتمندید. و چیز جدیدی که میخواییم با همدیگه به سمت شرکت کنیم اینه که اگر به اندازه هستی آگاه بشین و خودتون از هستی ببینین، به اندازه هستی قدرتمند خواهید بود. و اینجا آغاز انفجار اتمی وجود ماست، اینجا آغاز بیکرانگی ماست. شما طبیعی هم، یعنی هممون طبیعیه که زاده میشیم و میمیریم، چون ما همیشه به اندازه یک حیوان یه درجه بهتر، یه موجود یه درجه بهتر از حیوان داریم زندگی میکنیم. این طبیعیه که ما در قانون آفرینش، چون خودمون در سطح یه حیوان حفظ کردیم، فقط بدن اون رو لمس کردیم، طبیعیه که یه حیوان پیر میشه، بس ما پیر میشیم. ولی اگر ما به چیز فرای این برسیم و نیروی هستی رو لمس کنیم، جهان رو لمس کنیم، اون وقتی که اون بیداری و اون قدرت و اون کنترل روی همه سلول‌های بدنمون، روی هستی و روی محیط اتفاق می‌افته. من اینجوری فکر می‌کنم که یه گیاه و یه حیوان و یه انسان و یه مثلا یه فرشته همه در یک سطح دارن لذت می‌برن. همه چیز در حال لذته، چون بزرگترین چیزی که خداوند داره کامیابیه دیگه، اون حس عالیه. بزرگترین چیزی که ما از اون چیز فوق‌العاده آرزو داریم، یا اون خواستگاه همه انسان‌ها یا خواستگاه تمام موجودات، رسیدن به بهترین احساس ممکنه. درسته؟ رسیدن به بهترین انسان احساس ممکنه. ولی ما انسان ها وقتی که به وسط اونقدر آگاه نیستیم که چطور میتونیم به بهترین احساس ممکن، مثلا خوشبختی برسیم، چون نمیدونیم باید چطور به اون برسیم، اون وقتی که شروع میکنیم به لذت بردن مشغول شدن، به یه احساس رد پایین تر به نام لذت. یعنی ما اگر بخوایم یه سال پیش هم یه بار نوشتم که ما سه سطح احساس داریم، یکی وجد، یکی پایین ترین سطحش لذت، ما سه سطح از اون احساس عالی رو داریم، یکی احساس وجده، یکی احساس درونی مونه یا احساس روانی مونه که الان اسمش یادم رفتید دقیقاً چی بوده، و پایین ترین سطحش رو داری بدنمون تجربهش میکنی، لذت. خب اگر ما هر چقدر که آگاهیمون بیشتر بشه، همونطور که گفتیم که وقتی من فقط انسان بودن رو تجربه میکنم، پس در انسان بودنم میمیرم و تموم میشم، اگر من بخوام چیز فراتر از این احساس کنم و ایجاد کنم، اون وقتی که درش باقی میمونم. ببینید، یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که ما یه پرتو هستیم، ما یه انرژی هستیم، یه حرکتی هستیم از عدم به سمت هستی و خداوند. هر چقدر که جهان مادی بوده، یعنی از دنیای اتمی ما بگیریم و بعد بیایم به جسم و فیزیک و زمین و بدن خودمون، خب تا اینجا
همه چیز به وسیله ماده خلق شده، به وسیله فیزیک خلق شده. ولی بعد از اون انسانی که چیزهای جدیدی رو خلق میکنه که واقعا تا الان خلق کرده، مثل موسیقی که در مورد صحبت کردیم، موسیقی یه چیزیه که انسان خلق کرده، یا مثلا مثل عدد 5 یه چیزیه که انسان خلقش کرده، بهش مفهوم داره. یعنی در خود پس کنیم که خداوند نیرویی بوده که میتونسته جهان رو فقط تا تولد انسان برسونه، سیارات رو خلق کرده، گیاهان، حیوانات، یه میمون باهوش هم به نام انسان، و بعد دیگه ناتوان شد. بعد از اون ما انسان هستیم که وسیله روانمون یا رویا پردازی هامون یا احساساتمون به حرکت جهان یا به آفرینش حرکت میدیم، مثل خلق کردن موسیقی، مثل خلق کردن چیزای انتزاعی یا خلق کردن تمدن که وسیله ما اتفاق افتاده، مثل احساس عشق و دوستی که وسیله ما میتونه اتفاق بیفته. هر چقدر که ما از این سطح بالاتر میریم دیگه به دنیای ماده کاری نداریم، دیگه به دنیای مادی کار نداریم. موسیقی یه چیز لطیفه، هنر یه چیز لطیفه که از ماده تقریبا کنده شده، عشق یه چیز لطیفه که از ماده کنده شده. اون چیزی رو که ما باید در زندگیمون خلق کنیم هدفیه که، یا نیتیه که همون 98% چند جلسه پیشش شکل گیره. یادتونه بهتون گفتم که نیت ما 2% فکر و جسم هستیم، بقیه 98% وجود ما نیته، اون حاله هایی که کشیده بودم که ما ارتعاش های مختلفی هستیم. بدن ما یه سطحی از ارتعاشه که لذت رو تجربه میکنه، روان ما یه سطحی از ارتعاشه که چیزی که یادم رفته رضایت بود استاد، رضایت بود تو دفترتون داشتید؟ بله بله. ولی شما الان برعکسش نوشتید. از بال از اول نوشته بودید احساس تسکین یعنی لذت، و دومه احساس رضایت یعنی معنا، سومه احساس همون وجد یعنی احساس فایده. اینجوری یاد داشتید؟ شما روشش داشتید بچه‌ها. و اون چیزی که ما از نظر روانی بهش میرسیم مثل رضایت، چون جامعه به ما گفته که شما پولدار باشین، ماشین داشته باشین، خونه داشته باشین، اگه شما به اون سطح برسین احساس رضایت میکنی، یعنی تو مرحله بعدی، و اگر بتونین یه چیز عالی یا روح ایجاد کنین وقتی که احساس وجد میکنین. ولی مسئله اصلی و سوال اصلی و اون چیزی که ما رو به سمت یه ابر انسان میبره اینه که ما واقعا داریم برای چه چیزی زندگی میکنیم. اگه شما برای جسمتون دارین زندگی میکنین هیچ تردیدی نداشته باشین که در سطح جسم باقی میمونین و میمیرین. اگه شما برای اجتماعتون دارین زندگی میکنین هیچ تردیدی نداشته باشین که در سطح اجتماع میمونید و خواهید مرد. ولی اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما باید برای روحمون زندگی کنیم، و روح خود اندیشه های ماست، روح اندیشه های ماست. مگر غیر از اینه که وقتی که به یه هنرمند یه قطعه چوب میدن و اون ایده های خودش رو یا احساس خودش رو روی اون چوب کنده کاری میکنه، ما بعد از دیدن اون چوب میگیم این چوب روح داره، چقدر روح انگیزه، یعنی در واقع اندیشه اونجا منتقل شده. یا وقتی که این نفر با موسیقی رو اون آهنگ رو خلق میکنه، میگیم چقدر این آهنگ روح انگیزه، چون یه چیزی از اندیشه اومده که فراتر از چیزای مادیه. و بزرگترین رسالت ما اینه که کشف کنیم واقعا برای چه چیزی میخوایم زندگی کنیم. شما برای چه چیزی میخوایم زندگی کنیم؟ اگر بگیم برای بچه هامون میگم که دست نگردین، اگر بگیم برای اجتماع میگم دست، اگر برای پول، ماشین، خونه است دست نگرده، اینا رو که همه دارن، چه چیز جدیدی میخوای در مسیر تکامل جهان اضافه کنی، در آفرینش ایجاد کنی؟ فردا 11 اسفنده خب، و کیوان یا مثلا سهیلا بس رو فرض کنیم که ما دو تا سهیلا داریم خب، سهیلای شماره 1، سهیلای شماره 2. سهیلای شماره 1 فردا پا میشه از بچهش نگهداری میکنه، غذا میپزه و میخوابه. سهیلای شماره 2 فردا یه شعر جدید خلق میکنه یا مینویسه یا میره به یه گروهی کمک میکنه یا یه اثری از خودش به جای میذاره. سوال من اینه که فردا 11 اسفند ساعت 24 جهان باز به چه شکلی فرم بهتری گرفته؟ قطعا به وسیله سهیلای شماره 2 فرم بهتری گرفته.
آیا شما احساس مسئولیت میکنین که نسبت به فردایی که داره میاد، 11 اسفندی که داره میاد، این مسئولیت رو در قبال تمام کائنات و تمام قوانین فیزیکی که جهان رو تا به امروز به دست تو سپردن، این مسئولیت رو دارین که فردا یه روز خاصی خلق کنین، نه یه روزی که مدل شماره 1 شما میتونه خلق کنه، بلکه اون چیزی که مدل شماره 2 شما میتونه خلق کنه. اینجا افرادی هستن که شاید الان دغدغه‌شون این باشه که من چطور رابطه‌مو با همسرم بهتر کنم، شاید دغدغه‌شون باشه که من چطور یه ماشین بهتر بخرم. نزدیک عید و بزرگترین دغدغه یکی از افرادی که اینجاست شاید این باشه که آیا میتونم به موقع پرده خونه‌مو عوض کنم یا نه. شاید بزرگترین دغدغه این باشه، ولی این اصلا دغدغه نیست. یه فردی رفته پیش یه استاد بزرگ برای اینکه بتونه به ابر انسان تبدیل به ابر انسان بشه، و اون زمانی که پیش اون استاد بود از اهدافش و اون آرماناش و اون چیزی که هنوز جهان نداره ولی به دست اون میتونه داشته باشه صحبت کرده بود. یه هفته بعد تماس گرفت، اون شاگرد تماس گرفت با استاد و استاد ازش پرسید چه خبر، اوضاع چطوره، داری چی کار میکنی؟ و اون گفتش که هیچی، یه مقدار با همسرم مشکل دارم، الان هم که شما زنگ زدین اعصابم خیلی خورده به خاطر اینکه بچه‌م امروز عصر زده بود گلدون قیمتیمو شکونده بود و من هم یه الان داشتم پلاستیک زباله‌ها رو می‌بردم پایین. پلاستیک زباله‌ها خیلی پلاستیک زباله‌ها سوراخ بود و کلی اعصابم به هم ریخته. و بعد استاد دیگه نذاشت که بعد بیشتر از این صحبت کنه، در جا استاد بهش گفتش خب در مورد اهدافت بگو، در مورد اهدافت بگو. یه نفر با من صحبت کرده بود تو این هفته و گفته بود که من مشکلم یه مشکلی مثل عوض کردن پرده خونه داشت و منتظر بود که یه پولی بهش برسه که اون کار انجام بده و این شده بود دغدغه‌اش. در حالی که من معتقدم یه ابر انسان اصلا منتظر نمیمونه که کمک بهش برسه یا کسی اون پول رو تهیه کنه، ما خودمون باید اون پول رو تهیه کنیم. و شما میگین نمیشه، من میگم که بزرگترین قانون، یکی از برترین قانون‌های جهان اینه که زندگی شما هیچ چیزی کم نداره، تو هیچ چیزی کم نداری اگر به خودت دروغ نگی. واژه‌هایی مثل که من وقت ندارم بزرگترین دغدغه من بچه‌های من پولشو ندارم، اینا همه دروغه، اینا همه دروغه. اینکه از سن من گذشته این یه دروغه، ولی هیچ کس انجامش نمیده. اگر شما از بدنتون در نیاید، از جسمتون در نیاید، از سطح اجتماعیتون در نیاید، اگر دوچار نشید هیچ تغییری ایجاد نمی کنید. اگر تا به امروزم توی زندگیتون تغییری ایجاد کردین، اگر هممون تو زندگیمون تا به امروز تغییری ایجاد کردیم، فقط اون لحظاتی بوده که مجبور شد. کی اینجاست که میتونه مدعی باشه من هیچ دغدغه‌ای نداشتم ولی به این سمت رفتم؟ همون یه دغدغه‌ای داشتیم. شاید این دغدغه حتی یه دغدغه تزریق شده مثل گرفتن دکترا بشه، به گرفتن لیسانس بشه، ولی دغدغه بوده که ما به سمتش رفتیم. ولی عامل حرکت دهنده ما نباید دغدغه ها باشن. اگر دغدغه ها باشن، اون چیزی که به راحتی ما رو ارضا میکنه لذت، به راحتی ما رو لذت ارضا میکنه. اگر شما دغدغه رسیدن به یک کیک بزرگ داشته باشین، من هیچ تردیدی ندارم که شما با یه شیرینی خوشم، یه شیرینی دامالکی هم ارضا میشین، چون انگیزه هامون فقط در اون سطح تعریف شده. اون چیزی که بهتون گفتم که ما نیاز داریم که جهانگردی کنیم، اون چیزی که ما نیاز داریم که جهانگردی کنیم، چون اون وقتی که انرژی موجود رو لمس میکنیم و به خاطر اون چیزی که هست هدفمند میشیم، نه به خاطر اون چیزی که نیست. همین بوده. شما خیلی از آدم ها میگن به خاطر اون چیزایی که نیست حرکت میکنم، میگن تو زندگی پول نیست به سمت پول میرم، من دوستان ندارم میره به سمت دوست جمع کردن، فقط به خاطر اون چیزایی که نداره حرکت میکنه، که این در واقع فرآینده مغزیه. برای اون کسی که به سطح روحی میرسه به خاطر فرصت‌های موجود حرکت میکنه. یادتونه که حرفمو پس گرفتم دو جلسه پیش و گفتم اشتباه کردم که گفتم
انسان 1% جسم و 99% روحه. و تصدیقش کردم، گفتم انسان 1% جسم و 99% فرصته. ما باید فرصت‌های موجود رو لمس کنیم. امروز توی کتابفروشی بودم و یه منظره خیلی زیبا از یه تپه برفی دیدم با یه درخت تک که شاخه‌های خشکی داشت ولی پوشیده از برف شده بود. و وقتی که اون عکس رو دیدم خیلی حس خوبی در خودم احساس کردم، احساس وجد رو در خودم ایجاد کردم، چون تونستم در کنار شما توی امسال کم کم دو بار وارد چنین محیطی بشم. یعنی همون دشت خلخالی که رفته بودیم و اون برنامه گردشگری تو برف ماسوله، واقعا این محیطی بود که ما تو برف و درخت هایی که شاخهاشون پر از برف بود رو تجربه کردیم. یعنی ما از فرصت موجود استفاده کردیم. این جمله در پیشه و شما از خودتون دو جور سوال میپرسین: چه کارهایی برای انجام دادن دارم؟ چه کارهایی برای انجام دادن و چه کارهایی هست که میتونم ازش بهره مند بشم؟ اگر منتظر خانم باز خانم حجت خوب حرف زد، گفت اگر امروزم خونه میموندم تمام روز رو کار میکردم. چون وقتی تو خونه میمونی کار برای خودش زاده میشه. جامعه کجا بریم؟ چقدر خوبی که جامعه هم یه جایی شما قرار بزید. نه چه؟ من اون لحظه باید کسی میرد. بچه ها، من میخوام این سوال رو بپرسم که چقدر زمان برای شما مهمه؟ چقدر فرصت ها براتون مهمه؟ آیا این جمعه ای که در پیشه براتون مهم هست؟ آیا این روزهایی که دارن سپری میشن براتون مهم هست؟ خیلی زیاد. چه چیزی دارین توش خلق میکنین؟ چه چیز خاصی رو دارین بخن؟ چه چیزی رو دارین خلق میکنین که تکراری نیست؟ اگر زمان مهم باشه، بس حضور ما در زمان باید مهم باشه. من سوالم اینه که واقعا دغدغه های شما چیه؟ تمام رنج ها و سختی هایی که شما توی زندگی دارید تحمل میکنید فقط به خاطر اینه که با خودتون روبرو بشید. تمام سختی های شما در زندگی فقط به این خاطر که با خودتون روبرو بشید، با همون خودی که رامین بهش اشاره کرد. تمام سختی هایی که شما در زندگی دارید تحمل میکنید فقط به این خاطر که با خودتون روبرو بشید. همه چیز، بیماری ها، سختی ها، مشکلات، فقط میخواد ما رو متوجه یه چیز برتر بکنه، یه چیز اصلی. ما توی ماسوله وقتی از چیز اومدیم مامان اونجا تو خونه بود، برگشت گفتش که شما میرم کی گفت ببخشید شما تنها بودید مامان گفتش که نه تا موقعی که جوونید استفاده کنید بعد دیگه حالا شما مریضه این هم بود. و این حرف مامان خیلی بر من جالب بود، خیلی بر واقعا خیلی برم جالب بود. بعد رفتم خونه شوهرم گفتش که خسته نشدی مثلا رفتی درد خوردم؟ گفتم نه، وقتی که دوست دارم 60 سالم شد 70 سالم حالا سنم بالا رفت به گذشته وقتی نگاه کنم ببینم یه کارایی کردم و نگم چرا هیچ کاری نکردم زمان گذشت و هیچی نشد، نگاه کنم بگم چه روزایی بود، چه قشنگ بود، برف رفتیم، کو رفتیم، الان که شرایطشو داریم. بچه ها ببینید، شما الان که از این در میخواید خارج شید، خب با یه رو 20 دقیقه نیم ساعت دیگه میخواید از این در خارج شید، دو تا راه بیرون این در انتظارتون، دو تا راه بیرون این در انتظارتون. یا یه راه اینه که به خاطر فرصت هاتون زندگی کنید یا به خاطر مسائلت. شما بچه داری رو، پول رو، نمیدونم شرایط اجتماعی رو، تعهداتتون و شغلتون و همه اینا رو گفتین مسئله و بزرگترین چیز که خود زندگیه و شامل فرصت زندگی و فرصت بهره‌مندی از زندگی میشه. گفتیم انسان نه جسمه نه روح، انسان فقط فرصته. اونو به عنوان یه مسئله اصلی قرار ندادیم. اگر امروز برین از یه نفر بپرسین که چه خبر، بهش بگی همطور بگین چه خبر، بگین آقا چه خبر، میگه آره سیاست اینجوریه، اونجا تظاهرات شده، اقتصاد اینجوریه، تخم مرغ شده 180 تومن، هی بپرسین چه خبر،
ای ببارسیم چه خبر؟ کی در مورد خودش صحبت میکنه؟ کی در مورد خودش میگه؟ کی میگه که آره خبر اینه که من امروز این احساس رو دارم، امروز از دیدن پرنده ها این فکر، این الهام توی ذهنم جرقه زد، دنبال این هستم که چطور میتونم یه جایی برم، از شیرجه برم، از بالای صخره. کی این خبرها رو بهتون میدن؟ بزرگترین مسئله، کسی که میگه چه خبر، بزرگترین مسئلهش همینه، سیاست، پول، داره که اینا مسئله شما نیست. اگر بخواین از راه مسئله، از این در خارج شدیم و اگه خواستین از راه مسئلهتون برین، بهتون قول میدم 1,000,000 سال هم که روی این زمین زندگی کنیم، همه عمرتون درگیر مسائلتون هست. چون کسی دنبال مسئلهش میره که منیت داره، کسی دچار مسئله میره که فردیت داره. ولی اگر شما به این موضوع ایمان داشته باشین که دنیا بر اساس توانگری خلق شده، تکرار میکنم، اون نیرویی که تمام سیارات رو در نزد، فیزیک رو، تمام موجودات رو و جسممون رو با 6,000,000,000 سلول خلق کرده، چطور میتونه زندگی رو که هدف اصلیه در اوج کمال در اختیار ما نذاشته باشه؟ زندگی در اختیار توه. خدا میگه که سوار ماشین زندگیت شد و اجازه دید که من حالت بدم، ولی ما میگیم نه خدایی، من خودم میخوام ماشینم حال بدم. و این کسی که میخواد ماشینش رو حال بده در شما کیه؟ بدنتونه، ذهنتونه، عاداتتونه، نیازهاتونه، فرهنگی که بزرگ شده، اینه که تو زندگی شما رو حال بده. در حالی که تو زندگی ما چیزهای بزرگتر از این وجود داره. این افسانه گیلگمش فکر کنم یه نمیدونم. آره درسته؟ افسانه گیلگمش یه غول، یه هرکولی بوده که خیلی قدرتمند بوده. یکی از وقتی کتابشو داشتم چند سال پیش میخوندم، یکی از جایی که واقعا اشکم در آورد قطعه‌ای بودش که این غول یکی از دوستان صمیمیشو از دست میده و شروع میکنه به گریه کردن و ازش میپرسن که چرا داری گریه میکنی؟ تو که پهلوانی، تو که هرکولی، تو چرا داری گریه میکنی؟ میگه که آخه من دوستم خیلی، اون کسی رو که مرده رو خیلی دوست داشتم. گفتن که چرا خیلی دوستش داشتی؟ ازش پرسیدن که چرا خیلی دوستش داشتی؟ جواب داد به خاطر اینکه من در کوهستان یه روز صبح با اون طلوع خورشید رو نگاه کردم. به خاطر اینکه من یه روز تو کوهستان صبح زود با اون طلوع خورشید رو نگاه کردم. این یعنی فرصت. این یعنی اون چیزی که در اختیار ماست. به خودتون نگین که در بزرگترین دغدغه من مشکل مالی. هیچ کدوم از شما مسئله مالی نداره. هیچ کدومتون مشکل مالی نداره. ما هم شما دوست داریم هیچ کدوم از شما مشکل مالی ندارید. نه، دریاچه. چی بود اسمش؟ تو سمت چیه من؟ بچه‌ها، یه لحظه یه سوال دارم. ما اگر ما واقعا این آفرینش، این نیروش رو، این جهان رو در اختیار ما گذاشته باشه، اگر آفرینش زمین رو در اختیار ما گذاشته باشه، ما واقعا چطور میتونیم این زمین رو به این آفرینش رو به کمال برسونیم؟ چطور میتونیم این آفرینش رو به کمال برسونیم؟ اگر ما هممون آدم‌های بسیار منظمی باشیم، خوب کار کنیم، خوب پول در بیاریم، خوب خرج کنیم، خوب بچه داری کنیم، خوب شهرسازی کنیم، خوب بخوابیم، سریالای خوب ببینیم، چند تا دیش ماهواره داشته باشیم، آیا ما واقعا تونستیم هستی رو به کمال برسونیم؟ ما زمانی هستی رو به کمال میرسونیم که کنار هم دیگه یه روز صبح پاشیم و طلوع خورشید رو ببینیم، با هم احساس یگانی کنیم. کمال هستی در اونجا نهفته است. و من به شخصه امروز از جهان این سوال رو دارم، من به شخصه از اون نیرویی که شما بهش میگین خدا این سوال رو دارم که اگر من بخوام در راه
اون چیز عالی حرکت کنم، خدایا تو وضعیت مالی منو هدایت میکنی، تو استعدادهای منو هدایت میکنی، تو سلامت جسمانی منو هدایت میکنی. و ممکنه که هدایت نکنه، ممکنه که بگه نه بهتره که وقت تو برای پولدار شدن و بچه دار شدن و اینا بذارین. بچه میدونین که من 6 ساله که ازدواج کردم ولی نه تاوان نخواستم بچه دار بشم، من نخواهم شد. هر وقت که خودم رو خوشبخت کردم اون وقت یکی دیگرم بیارم که خوشبخت شد. ولی نه این کلمه به نظر من آقای جالبزاد یگانگی، توانگری، جابدنه، یگانگی، یگانگی، احساس یگانگی با همه. بچه ها ببینید یه لحظه، این چقدر سوال جالبی بود، یه لحظه به همینجا نگاه کنیم، به اون افسانه گیلگمش که اون جمله رو گفت توش، و اینکه من میگم ما باید به سمت شرکت کنیم، چند تا فاکتور وجود داره. یکیش توانگریه، میگم که ما میتونیم وقتی از این در خارج شدیم راه توانگری رو بریم و بگیم که مسئله ما، مسئله اصلی زندگی ما اصلا نیست که امسال پرده خونمون عوض نشه، اینه که توی تا قبل از سال و بعد از سال چند بار زیبایی های جهان رو میبینیم، این پرده رو همیشه میشه بیاریم. بزرگترین مسئله زندگی ما این نیستش که شما برای امشب میخواین تخم مرغ درست کنین یا میرزا قاسمی درست کنین، مهمترین مسئله تون اینه که چند بار با دیگران غذا خواهید پخت، با دیگران در کوه غذا خواهید پخت، در سفر غذا خواهید پخت. این خیلی مسئله مهمتریه. اگر به اون فکر کنیم در واقع به سمت فرصت‌های خودمون حرکت کردیم. من واقعا به شما ایمان دارم. ببخشید اینو بگم که اون تو این جمله که ما بریم اون زیبایی طبیعت رو ببینیم، یکی توانگری وجود داشت که میگم میتونیم بریم، یکی یگانگی وجود داشت که گفتیم زیباییش اینه که در کنار همدیگه اونو ببینیم. یادتونه بارها توی برنامه گردشگری تو مراقبه‌ای که هستش میگم که از همدیگه تشکر کنیم، چون هیچ کدوم از ما، هر یک از ما اگر تنهایی میومد تو این کوه اینقدر لذت نمی‌برد، هر یک از ما اگر تنهایی میرفت غار علی صدر اینقدر لذت نمی‌برد، هر یک از ما اگر تنهایی میرفت توی ماسونه اینقدر لذت نمی‌برد. ما در واقع در موهبت در کنار همدیگه بودنه که خوشبختی بیشتر رو داریم، چون وحدت بیشتر رو خلق کردیم. پس در طول خورشید یگانگی دیدن او، یگانگی وجود داره و توانگری وجود داره، چون میگم دنیا بر اساس سخاوت خلق شده، و جاودانگی وجود داره، چون شما هر بار که به اون صحنه، به اون صحنه طول خورشید فکر کنین، انگار همین الانه، انگار که بخشی از جاودانگیه، کاملا زنده است. آیا شما میتونین بگین که میتونین خاطره گروهی از شیرینی که اینجا خوردین داشته باشین؟ نمیتونین داشته باشین، چون همتون به وسیله بدنتون، به وسیله یه چیز مادی‌تر یا پایین‌تر از یه چیز، از یه لذت بهره‌مند شدین. ولی وقتی به سطح بالا میرین، خود به خود اون سطح بالا وحدت رو همراه خودش داره. شما وقتی که به طبیعت میرین، خود به خود نیاز به همراهانی دارین که همراهاتون طبیعت رو ببینیم، اما وقتی که زیباتره. شما حتی یه غذای ساده رو توی کوه وقتی به شکل گروهی میخورین خیلی دلچسب برای تو تنهایی، چون اونجا فضای دیگه است. یه روزی بذارید دیگه آقای. خیلی قشنگ. من اون صحنه‌ای که داشتیم از خیلی رفته ناخودآگاهمون فرد، نه خود فرد. من ضروری از خود منه. نه، یه نفر از شما متنفره.
باشه. باشه. باش یه یگانه بشی ولی اون نمیخواد. بعد اون چی چی جوری؟ بچه‌ها اصلا یگانه فکر کنم جذب میشه. بچه‌ها اصلا یگانه شدن به این نیست که حتما با من با همه آدم‌ها یه بار برم کوه. مهم اینه که من این آگاهی و این سرویس رو ارائه کنم به هر تعدادی که ممکنه. در واقع مسئله مگه آفرینندگی نیست؟ یه چیزی که کاملا سوال خوبی پرسیدیم، به یگانگی بسته فاکتور آفرینندگیه. من وقتی که میخوام آفرینندگی کنم یعنی همیشه چیزی برای اعطا کردن دارم. من چیزی برای اعطا کردن این دارم اینجا میذارم برای اینکه یه صندلی باشه برای هر کسی که و هر تعدادی که میتونه ازش استفاده کنه. مهمه که من آغوشم بازه. من آغوشم بازه. چیزی که آموزش می‌دهم. نه جدی میگم. حالا چرا آموزش می‌دهی؟ نه جدی میگم. یعنی حالا مثلاً مثل آموزش. نه اسم نه خوابگان آموزش می‌دهی. همیشه چیزی که